خودم هم همینی هم که هستم. قربونت برم تا به پوستم خیلی میرسم. من که شما هم که جراحی کرمای پوستیم. سلام به یه ویدیو دیگه با من عماد، خیلی خوش اومدی. امروز اومدیم با ویدیوهای خز و خیل اینستاگرامی. این هفته تو این ویدیو اینستاگراما ترکیده، یه سری از افراد خیلی خوشگل، خیلی خفن و بی‌معنی ها واسه تون آوردیم که ببینیم کامنت چی گذاشتین. پس بدون معطلی، واسه اینکه وقتتون رو نگیریم، سریع بریم بخندیم، بترکونیم، بریم واسه ویدیو. خب ویدیوی اول واسه تون میذارم، اکسپلور رو ترکوندن اینا، یعنی هر چی میری اون ویدیو رو دیدین دستش اینجوری میکنه، میگه هر چی بی محتواتر ویوی بالاتر. الان همین هست، همش از همین ها واسه تون آوردم که ببینیم چی هستن. پس بریم ویدیو اول رو ببینیم یعنی چیا هستن. بعد جو گوشی رو بردم بالا که بریم سراغ بچه ها. مهنگ آیفون و جیتی شت آیدی شبیه بیگ اسموکه. یه ایتوری میره بیگ اسموکی میره. بعد لاب اصب چه شکمی داری. خیلی خفن بودی واقعا، دوست داشته. ولی شکمت فکر نمی کنی زیاد تو آف سایده، یکم با بده داخل لام هستم. داری تو تولید محتوا میکنی، به بیننده های عزیزت احترام بذار. این کارا چیه میکنی؟ بریم واسه کامنت ها ببینیم چی گفتیم، یکم بخندیم دوره هم هممون. اولین کامنت مهران سوتی هم ببند. ببند دیگه نکن، الان من نگفتم، من اومدم به شکمت گیر دادم، ولی بچه ها اولین چیزی که گفتن سوتیانه. خب ببند دیگه، داشتی اینجوری میکردی، اینا بالا پایی میشه، زشته، نکن، ببند. اگه هم میخواییم بچه ها، اگه آدرس پیجی یا فروشگاهی هست این پایین کامنت کنین که آقا مهران اگه این ویدیو رو دید بره تهیه بکنه، فکر کنم روش نمیشه حضوری بره آنلاین خرید بکنه. بریم برای کامنت بعدی. پرزای فرش تو نافت معلوم. نافش من ندیدم ولی دمت گرم، عجب چیزی دیدی. کثافت. خب مومن چی درست کرده حالمونو به هم زدی؟ چندش کثافت مردشو رو ریخته تو ببرن. کامنت بعدی. میخواستم کامنت بذارم، شکمش خورد تو گوشی افتاد. گوشی مردم رو میندازی کسافت ها و شکمت. من گفتم آب کن، حالا بیا خسارتی گوشی مردم چجوری میخوای بدی با قیافه زشت و نمیگم دیگه بقیهش رو نمیگم. خیلی بیریخ شدی، خیلی بیریخ شدی، همچی میگه خیلی بیریخ شدی اینگاه میشناستش. مثلا بریم کامنت بعدی. نوشته مهران از وقتی اسمش مهرانه، مهران از وقتی تو این چالش رو رفتی بیگ اسموک تصمیم گرفته به سی جی خیانت نکنه. خب تو جریانی که بیگ اسموک به سی جی تو جی تی ای سن اندریاس خیانت میکنه، بعد الان استایلش اینه که واقعا شبیه بیگ اسموک بود، بعد آهنگش هم با آیفون قاطی کردی، سگ تو روت که دوتا شرکت اصلا راکستار و اپل تو زدی منهدم کردی با این کارت، ببینید ترکوندیشون. ولی خب شخصیتی که ما بازی میکنیم سی جی بود دیگه، دمت کنم با این کار دیگه خیانت نمیکنه، بازی یه جور دیگه تموم میشه. بریم کامنت بعدی. کونش چرا این ور بدنشه؟ چرا شکمتو ما حالا رد کردیم یه جوری؟ اینا هم که سینا سوتیان اینا گفتیم که اونم جمع شد. چرا کونت یه ور دیگه است؟ چرا چیکار کردی که رفته یه ور یه وری کشیده؟ تس نکن تصادف کردی، احتمالا ضربه محکمی به باسن گرامت خورده که یه وری شده. اینو درستش کن، رو بده صافکاری، بکشن کونتو، حالا همچین داستانی انجام بده که تو ویدیوهای بعدی صاف باشی. بریم کامنت بعدی. چرک در سن اندریاز. کسافت سبزم پوشیده بود نکبت. تو شما فهمیدی من سبز دوست دارم، همی پوشین کسا من خوش شبیه شرک شدی بیشو قشن شکمتم شبیه شد. کسافت
در سنندریاس. یعنی از این میکس ها دیدیم که مثلا میان چه میدونم این ویدیو با اون ویدیو میکس میکنه، همین شرک و جی تی ای و چطور به تو گیر ندادم بود شرک آورده بودن توش، الان از تو هم باید همون جوری دقیقا بسازن. بریم کامنت بعدی. نافه یا کاسه آبگوشخوری. این دقیقا راست میگه. چرا تو همون اول ویدیو تیشرت سبزی که من توجه میکنم دیگه دوست دارم، این نافه دیگه اینطوری خالی شده بود، رفته بود داخل. کسافت تو این تلیتی چیزی میزنی، آبگوش میزنی، ظرف و ظروف نداری، چیه درست کردی؟ بعد میای جلو ویدیو با اعتماد نفس اینطوری هم میکنی. بریم کامنت بعدی. نمیشه مهران جان شکم دیگه میتونه مستقل شه ها، برای خودش ماشاءالله بزرگ شده ساری دیگه، بفرستش بره دیگه، خرج اضافه چرا داری میدی دست خودت؟ آقا دیگه چند سالت؟ 18 سالت، شکمت بزرگتر خودت، کسافت مورد شعره. ولی قیافت با آدم هایی که دن سرویس قیافت حفیه با حاله، خوش هم دوست داشتم. به 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 کسافت میشه. یه بار دیگه بهت بگم مهران یه کامنت بعدی. مهران یه استفاده نهفته داره که باید سعی کنه نهفته نگرش داره. خب این الان چیزی من ندیدم این استعداد نهفتهشو که نگه داره، به نظرم داره بروز میده. و اینکه اگه چیزی دیگه جز این بلدی نشون بده، بعد دیگه با ساعت حتما کامنت میذاریم، به بچه هم این کامنت بذارن که اگه دیدیم داری از ریل خودت که الان این خارج میشه، این نکن، همون کار رو بکنی بهتر. خب تا اینجا ویدیو کامنت های آقا مهران توپلو مپلو خودمون تموم شد. بچه ها اگه تا اینجا ویدیو خندیدین، ویدیو رو دوست داشتین، حتما ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، اون زنگوله هم بزنیدش که ما هر موقع ویدیو برای شما آپلود میکنیم نوتیفایش برای شما بیادش. پس بدون معطلی میریم واسه ویدیوی بعدی. لیلا 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 ابرو کمونی لیلا تموم شد ویدیو، خدا رو شکر. نکبت چی درست که رو زیر چمن مصنوعیه چیه؟ بچه ها بگم بیان سانس گرایی کنن بازی کنن. خیلی کثیفی، حالا ما به هم زدی. چندش نکبت بگیرتت. بریم سریع کامنتاشو بخونیم از این ویدیو رد شیم، بریم یه ویدیو دیگه شاید بشوره ببره. البته همهشون خز نکبت هم، همهشون یکی از پس از دیگری چندشن. کسافت بیشور، حالا ما به هم زد. دوست پسرم داری؟ داری یا نداری؟ بریم کامنتاشو بخونیم. این احتمالاً تا حالا تعجب نکرده که پشماش بریزه. نکبت تو چرا اینقدر سرخوشی؟ یه اتفاق یعنی بدی چیزی تعجب آوری تو زندگی نیومده و پشما حالا که تو نمیرید دیگه، بالاخره هزینه کرده اینا که بری حالا مثلا چی بهش میگن اپلاسیون این چیزا، حالا ولش کن، تمیزکاری خودت تو خونه نمیتونی انجام بدی؟ حداقل تعجب کن. کسافت، آلم و هم زد. پشمات. کامنت بعدی. چی میزنی زیر بغل؟ بگو منم بزنم به ریشان. بگو چی میزنی تا به بچه ها بگی بابا بزنم به ریشان. سری و مشکل مو دارم، ریزه من خودم مشکل دارم. بگو حداقل یکم بزنم شاید پرفوش بشه. نکبت چی بود اون زیر حالا؟ اصلا یادم میفته هی حالم به هم میخوره، هی یادم میفته هی حالم به هم میخوره، همش هی. بریم کامنت بعدیتون رو بچه ها بخونیم. نوشته دو دقیقه زیر بغلش رو بیخیال شدی چرا شال پوشیده با رکابی؟ نمیدونم واقعا، من گفتم چرا این لباس ها با هم پوشیدی، گوش نداد. ایشالله که کامنت تو رو حداقل ببینم، ویدیو من رو ببینم، یه چیز ببینه که آقا ادب و زیر بغل. البته خب دیگه این اومده حجاب رو رعایت کنه، ببین چون داره تو ایران احتمال فعالیت میکنه حجاب رو رعایت کنه،
ولی میخواد از اون قابلیتاش و پوان مثبتایی که به قول خودش داره رو نمایی کنه دیگه. پشماش مثلا ببعی بودم میگه بیا با پشمان بازی کن. این میتونه به دوست پسرش بیاره بگه کسافت آدم به هم زد. کامنت بعدی بخونیم. نشته که یه فندک بزن زیر بغلش کل منطقه آتیش میگیره. هیچ آتش نشانی نمیتونه خاموشش کنه. بس کی زیاده این پشمات. راست با اینا چیکار میخوای بکنی؟ خیلی زیاده. اصلا اینجوری که میکردی از فکر کنم از زیر آرنج تا زیر بغل اینا کلا اینجا محوطه رو مشکی کردی. ببریمت بالا بالا کو بندازیمت پایین مثلا خفاش باز میکنی میشینی ولی ما میفتیم میمیریم. نکبت آپشنت اینجا داره. حواس هم بود ولی حواست باشی فندک نزنم بهت. فندک زدم بهت آتیش ها آتیش. من هنوز تو فکر دوست پسرتم به خدا. نمیدونم چه فکر اون داره میکنم. اون بیشتر واسه هم سوال شده. آخه همچین افرادی مثل شما که هستن اونایی که با شما رابطه دارن بده شیش. بریم کامنت بعدی. میشه یه لامپ وز کن واسه شبای زیر بغل. یه روشنایی بده دیگه اون زیر. آقا شاید چهار تا جک و جونوری کوفت و زهرماری چیزی زندگی میکنن. همون دوست پسرت که بغلت میخوابه حداقل از اون زیر رو که میخواد نگات کنه یه روشنایی داشته باشه که به فیس زیبایت دسترسی داشته باشه ببینه. چهار تا کاپکشی سیمکشی بکن اگه کسی نداره. من آشنا دارم. حالا میریم برای کامنت بعدی. نمیشته از این به بعد بازی های تیم ملی رو ببرید به چمن ورزشگاه لیلا. یعنی قشنگ زیر بغل تو چمناش یعنی پشماش قشنگ میتونه یه بازی خیلی خفن فینال ها یعنی فینال توش برگزار بشه. کیفیت زیر بغل تو خلاص بگم از ورزشگاه کل ایران ما بهتره. هیچ بودجه ای هم نداشتی قطعا. این چقدر اونجا بودجه داره بالاخره رسیدگی داره. البته فکر کنم تو هم میرسیدی بالاخره نرم کننده و دیگه حالت دهنده و این کوفت و زرما رو میزنی. ولی خب به نظر من میتونی از این راه کسب درآمدی داشته باشی دیگه. نمیتونی؟ میتونی داشته باش. و اگه میدونی بگو صحبت کنیم دو تا بازی توش برگزار بشه تستی. اگه میخوای من خودم رفیقامو جمع میکنم میام توش یه شب بازی میکنم. خوبه؟ فقط به شرطی که لامپ ماپ بزنی نه صورت هم دیگه لو لبردشون تاریکه. خب بریم کامنت بعدی. نوشته بوی زیر بغل تا اینجا اومد. چندش آنم بغل صحبتی ندارم. آدم به هم خفه. سر این کامنت من دیگه بچه ها صحبت نکنم. کامنت ها هم که تموم شد گوش هم هنوز داره میاد. هنوز پشما جلو چشمامه. حالم بده. سری بریم ویدیوی بعدی شاید بشوره ببره درقل یه داستان دیگه ای باشه. بچه ها من فیلتر میلتر نیستم. میگن آقا آرایش کردی فلان اینا نگاه کن نگاه کن. خودم هم این دست هم این خودم اینا پوست پوست خودمه. چشام جراحی ابروهام کاشته بعد لبم رنگش همینه با شیدینگ اینجوری شده بعد پوستم ما همه چی خودم هم همینی هم که هستم. قربونت برم تا به پوستم خیلی میرسم. من که شما هم که جراحیه کرمای پوستیم صبح زور شب قشنگ رعایت میکنم. پوست خیلی مهمه. به زودی کرمهای زیبایی که محصول خودم هست و از چند تا کشورم فرمولش جمع شده رو بهتون معرفی میکنم. توی 5-6 روز کاملا صورتتون عوض میشه. عشق میکنید. موفق باشید. قربونت عزیزم. خب تو که واقعا خوشگلی. فقط اینکه جنسیت تو یکم فکر میکردی بعدی کار همه جا تو که دست زده بودی بعد پیش اون دکتره نرفتی دختر موناکویی و اینا دست بزنه جاییت نکبت
چه قیافه ای درست کردی برای خودت، خجالت بکش. آقا دختری گفتن، پسری گفتن، خب بیشور میخوای حامله بشی؟ اصلا دوستان اینا نداری؟ اصلا حامله اینا خوبه بچه ها، کرما میتونی رو اون بزنی تست بکنی. آخه کسافه ایشوی چه سر و بعضی واسه خود درست که بعد بیایی با اعتماد به نفس ایجوری هم میکنی کرم و فیلتر نیست و با افتخار میگه اینجام کاشته، اینجام دادن با گونیا زدن، دیگه لبام نمیدونم چیه رنگش طبیعه، با مداد رنگی پرش کردن، یعنی همیشه همین جوریه. قربونت برم عزیزم، یعنی منم دلم خواست. چی شد دلت؟ تو هم دلت خواست؟ خیلی بیشوری. یعنی کامنتاتو بخونید. ببخشید مارک نوار بهداشتی خودتونم به هم میگین. گفتم این کار را رکو طویل بگید داستان شد. حالا مارکشو بگو، بگو نکفت، بگو که از چی استفاده میکنی. کامنت بعدی نوشه هنوز حامله نشدی؟ حامله شدید؟ الان من یکی منتظرم که حامله بشی، یکی دیگه بچه ها هم گفتن دیگه حامله شو زودتر، قبلی که کرمو بدی. من میگم کارهای اداری تو انجام بده که دیگه ایشالله موقعی که بازار رو تو چنگ خودت گرفتی بچه هم دیگه تو بغلت باشه، اونم بالاخره بی تاثیر نیست واسه گوگولی که میاد. البته اون گوگولی که بخواد به دنیا بیاد از تو نمیدونم چه شکلی باشه، قطعا علاوه قیافه شبیت نیست. بریم کامنت بعدی. یه همچین میگه خودم هم فکر میکنم خیلی خوبه، شبیه نامادری سیندرلاه. دمت گرم، راست میگی. هی من گفتم این چرا فک و صورتش شبیه یکیه، شبیه همون نامادری سیندرلا هم کسافت بیشور بود، همشه چیز میکرد لاشی بازی در نمیارد، همون خودشه اینجوری و زاویه فک داشت و اینا، اونم فیلتر نمون مثل خودت. بیشور فیلتر نیست. این رو کامنت بعدی نوشته ولش کن اینا رو، کی پریود میشی؟ یا کی میشی؟ کی پریود میشی؟ بگو پریود شدی مارک نوار بهداشتیت هم کامنت کن واسه اینجا بذار دیگه، چیکار کنم اگه دیدی بذار، حداقل بچه ها ببینن دیگه. میتونی از این بعد ویدیو درست کردی دیگه چیزایی که فکر میکنی بقیه بهت میخوام بگن یا هست دیگه بگی دیگه. بریم کامنت بعدی. نمیشه ای کاش فیلتر بودی با یه دون از این سیگار رو. نمیشه همون میشستم هم به در نگاه بکنم. یا رو افسوس داره میخواره از این داستانه که تو درست کردی. برو یه عمل کلی بکن دیگه. برو عمل کلی رو انجام بده که بعدش چی بشه دیگه، بتونی همون جریان حامل شدن و این داستان ها داشته باشی. بریم کامنت بعدی رو بخونیم. 5 6 تا کنترل زد بزن ببین چی بودی که ایشونه. اینو قشنگ میفهمم کنترل زد که بذاری برمیگردی دیگه تو داستان ادیت و این چیزا استفاده میشه، اما آندو خودمونه درسته. بزن ببینم چطوری میشی. این دمش گرد کی بود یارو، فکر کنم این کارا باشه. دمش گرم. 5 6 تا بزن. خب بچه ها امروز خز و خیلای جدید اینستاگرام رو دیدیم با هم دیگه. کامنت ها تو خیلی قشنگ و خفن بود. همیشه خدا کنه که اینا از سر ما کم نشن، همیشه این پوفیوزا اگه باشن ببین چی میشه، اینجوری میشه که ما همیشه میخندیم، فقط یه سری چندش دیگه نباشه، مثلا همین فیلتر رو اون مهرانه باشین توپلو مفولو لپشو بگیری به کشیر اینا. این فیلتری هم خوبه، من دوستش دارم. بعد این ویدیو میرم ببینم میتونم باشه ارتباطی برقرار کنم. فقط کرماش اگه به ما نزنه. اگه کرمتو به من زدید به خدا میبرم تو پیش همون دکتره دست مالید کنه کسافت. خب بچه ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. حمایت، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. پس تا یه ویدیو دیگه، خنده های بیشتر، ویدیوهای خز و خیل بیشتر، خدا نگهدار.